دوم دبیرستان بودم، از این دختر شر و شیطون. یادم از صبح که با دوستان واسه مدرسه میزدیم بیرون تا خود زور که برمیگشتیم خونه یه دقیقه هم آروم و قرار نداشتیم. منتها خب چون درسمون خوب بود معلم ها و ناظم ها خیلی بهمون گیر نمیدادن. اون شب چون فرداش امتحان زیست داشتیم تا رسیدم خونه یه سر نشستم پای کتاب. نمیدونم ساعت چند بود که همون جور کتاب به دست از خستگی پشت میز بیهوش شدم. بعدم اون خواب عجیب رو دیدم. میخوام پاشم دوباره بخونم. داشتم میرفتم مدرسه. توی خوابم هم کتاب زیست دستم بود. داشتم درس میخوندم. یادمه اومدم از یه خیابون ردشم، صدای یه ترمز شدید پیچید تو گوشم و یه ماشین زد بهم. مردم جمع شدن دورم. خوابم دنباله داشت، اما بیدار که شدم هر چی فکر کردم یادم نیومد دنبالش چی بود. گوشی چیه سر صبحونه؟ آقا واجبه یه اسمس دنبالش میگردم. راستی ماما جان، من دیشب یه خواب عجیبی دیدم. چی بود که میگی عجیبه؟ بابا با شما هم. بله. میگم یه خواب عجیبی دیدم. خواب دیدم داشتم درس میخوندم، همین کتاب دستم. فرداش سر صبحونه تو خوابمو تعریف کردم. مامانم طبق معمول نگران شد، اما بابام گفت ایشالله خیره بابا. بعدم یه 10 تومانی به هم داد که تو را که میرم بدم صدقه. منطقه من اینقدر فکرم درگیر امتحان بود که کلن یادم رفت. ظهرش تا امتحان تموم شد همونجور توی راه کتابم رو دست گرفتم که ببینم جواب یه دونه از سوالا رو درست دادم یا نه. درگیر پیدا کردن جواب بودم که یهو صدای وحشتناک ترمز یه ماشین از جا پروندم. اصلا نفهمیدم چی شد. تنها چیزی که از بعدش یادم مونده صدای داد و فریاد مردم و گریه راننده بود که بالا سرم وایساده بود و تو سرش می‌زد. سلام، دختر ما اینجا بودن. سوهای مامان چی شد عزیزم؟ تو بیمارستان تا چشمم باز کردم مامان بابام بالا سرم بودن. چی شد بابا؟ دیدمشون زدن زیر گریه. خیلی درد داشتم. همون خوابی که اون روز براتون تعریف کردم دقیقا همونجوری شد. حالا اون یکی پات سالمه. آره این درد میکنه. چرا مراقب نبودی بابایی؟ بابا من اصلا کتاب دستم. بالاخره بعد یه هفته و گرفتن یه عالم آزمایش و عکس مرخصم کردن که برم خونه. اون موقع یادم فکر میکردم مشکلم فقط شکستگی پامه و بعد یه مدتم خوب میشه، اما هرچی میگذشت دردم شدیدتر میشد. آقا ممنون، دست شما درد نکنه. رفتار مامانم اینا هم عجیب شده بود. با اینکه همش میگفتن دردم طبیعی و بعد یه مدت خوب میشه، اما از رفت آمدهای بابام پیش دکترهای مختلف و گریه های پنهونی مامانم پیدا بود که یه چیز شده که بهم نمیگن.
تمام روزایی رو که توی بیمارستان و خونه با پای گش گرفته بودم دائم به اون خواب عجیب فکر میکردم. همش تلاش میکردم بقیه خواب رو یادم بیاد، اما نمیشد که نمیشد. نگاه کن بابا، اصلا هیچیت نیست به خدا. من بلدم دیگه آخدم نگام کنم. بلند شو. تو کی دکتر شدی؟ من که دکتر. حتی دوستام هم که اومدن دیدنم همش فکرم تو اون خواب بود. اونا هم میگفتن تو که اینقدر خوابت درست در میاد، تو رو خدا واسه ما از این خوابا نبینی. ها بالاخره فصل یکو گذاشت کنار. باید برسید، یعنی پات خوب شده بعد دو هفته. بالاخره با هزار خواهش مامان بابام راضی کردم که خودم با عصا و کمک دوستان برم مدرسه، اونم با این شرط که اصلا رو پاهم فشار نیارم و خودم خسته نکنم. اتفاقا کلی هم داره خوش میگذره. چرا الکی تون تون میری؟ آروم داریم میریم دیگه. مدرسه رفتن کار خودشو کرد. یادم روز سوم که برگشتم خونه، دردم به حدی رسیده بود که اصلا قابل تحمل نبود. بیچاره مامان بابام از ترسشون نمیدونستن چی کار باید بکنن. یکی از همسایه‌ها به مامانم پیشنهاد داد ببرنم پیش دکتر اعتمادی، اما مشکل اینجا بود که نوبت‌های دکتر چند ماهه بود و به این سادگی ها گیر نمی اومد. پدر مادرم تمام سعیشونو کردن که هر کاری میتونن برام بکنن. الو سلام، مطب دکتر اعتمادی؟ حتی از بهترین دکتر، دکتر اعتمادی که نوبت گرفتن ازش چند ماه طول میکشید، با التماس وقت گرفتن. از اینجا بگی آها، بنداز وزنت رو در ماشین. بنداز رو در ماشین. آره دستت هم. اما دکتر اعتمادی هم ما رو ناامید کرد، مثل همه دکترهای دیگه. ببینید، بر اساس مدارکی که شما الان به من دادین و معاینه‌ای که انجام دادین، شرایط پای دختر شما شرط مفرد. این دفعه جلوی خودم گفت که تقریبا هیچ امیدی به نگه داشتن پای من نیست و بهتره که همه ما با این موضوع کنار بیاییم. سمیه تنها بچه ماست، همه زندگیمونه. انگار دنیا جلوی چشام سیاه شد. تا حالا هیچ کس انقدر رو راست و واضح نگفته بود که چه اتفاقی در انتظارمه. یعنی هیچ راه حل دیگه ای نیست؟ اگر نظر صریح و قاطع من رو بخواید، هیچ راه حلی غیر از قطع کردن پای دختر شما نیست. متاسفم. الان ما باید چی کار کنیم؟ شما باید یه تصمیم قاطع بگیرید. من تا اون روز گریه بابامو ندیده بودم. فردا صبحش کارش این شده بود که پروندمو بردار و بره این ور اون ور پیش دکترهای مختلف، بلکه یه راه دیگه بذارم پیش پامون. اما همه تشخیصشون یکی بود، پام باید قطع میشد. من و مامانم ناامید شده بودیم، اما بابام نه. مدام دعا میکرد و نماز میخوند. قطع پام خیلی بد بود، اما چیزی که بیشتر از همه آزارم میداد دیدن بابام تو اون حال و روز بود. یادم اون شب داشتم از تو اتاق نگاش میکردم که داره با التماس نماز میخونه و با خدا حرف میزنه. نمازش که تموم شد، قرآن بغل سجادش رو ورداشت و باز کرد. نمیدونم چه آیه ای خون، اما قرآن رو که بس چند بار خدا رو شکر کرد. بعد برگشت با خنده بهم نگاه کرد. از روزی که پیش دکتر اومده بودیم تا اون وقت ندیده بودم بابام بخنده. بلند گفت پاشید که خدا کارمونو درست کرد. مامانم ازش پرسید چی میگی مرد؟ چی درست شد؟ بابام قرآنو گذاشت رو تاخچه و گفت پاشید چمدوناتونو ببندین که فردا داریم میریم مشهد پیش امام رضا.
تا اون زمان مشهد نرفته بودم. اما اون شب تو داخل حرم شدیم یه حس عجیبی داشتم، انگار همه جا برام آشنا بود، انگار قبلم بازم تو حرم بودم. حتی وقتی بابام از یکی از خدام پرسید برای پنجره فولاد باید از کدوم ور بریم، مطمئن بودم که خادمو قبلن دیدم. جوری بود که دقیقا میدونستم قراره حالا چه اتفاقی بیفته. توی حیات مطمئن بودم موقع دون دادن به کفترا یه خانمی میاد میگه دونا رو اون طرف بپاش. حتی چهره زائرا هم یادم بود. لحظه به لحظه اون سفر برام همینطور بود، آشنای آشنا. یاد خواب اون شبم افتادم، شک نداشتم که دنباله خوابم همین سفر مشهد بود. بعد از برگشتن از مشهد، اولین جلسه‌ای که رفتیم پیش دکتر اعتمادی، وقتی عکسمو دید خیلی تعجب کرد. این عکس رو جدید می‌گرفتی؟ شما گفتید. با اینکه کاملا حس می‌کردم توی پام یه اتفاقی افتاده، اما می‌ترسیدم به زبون بیارم. خیلی عجیب. عجیبه. یعنی که حالش بدتر شده، اوضاع پاش بدتر شده. دکتر چند دقیقه به عکسای جدید پام خیره شد. دل تو دلم نبود. بالاخره عکسا رو گذاشت روی میز. پیدا بود خود دکترم گیج شده. آخرش برگشت به طرف بابامو گفت من نمیدونم چه اتفاقی افتاده. من توجیهش رو نمیدونم چیه، ولی واقعیت، اما توی عکسایی که من میبینم پای دخترتون هیچ مشکلی نداره، فقط یکم تمرین لازم داره تا عضلاش دوباره قوی بشه و بتونه راه بره. هر ستاییمون زدیم زیر گریه. البته این بار از سر خوشحالی. بابام فقط یه جمله رو تکرار میکرد: یا امام رضا، مدیونتم. دوست داشتم با این پایی که امام رضا برام پس گرفته بود برم تا حرم پابوس خودش. دوست داشتم از این خواب طولانی زیارت آقا هیچ وقت بیدار نشم. آقا، پابوس شما زیباترین خواب عالمه. آدم وقتی اونجاست انگار داره پرواز میکنه، حتی اگه پا نداشته باشیم، حتی اگه زمینگیر باشیم، بهترین حال عالمو داره. بابا حالا اصلا بذاریم میتونم بدون عصا راه برم؟ معلومه که میتونی بری، انقدر نشستی خونه دی کلن تنبل شدی. یا شره اینو بگیر ببینم میتونم. حالا بعد از مدت ها وقتی به اون خواب عجیب فکر میکنم تونستم. میبینم انگار قرار بوده من یه چیزی رو از دست بدم که برام خیلی عزیز بوده و بعد به لطف امام رضا دوباره به دستش بیارم. اما حالا دیگه فقط پای من بر نگشته بود. من چیزای خیلی زیادتری از این دنیا فهمیدم.